مقامات اداره محلی هرات نشستی را به منظور بررسی مشکلات رسانه ها، تعیین چارچوب برای فعالیت یوتیوبران و ویژه برنامه ها برای فصل نهالشانی و ماه مبارک رمضان با اصحاب رسانه ای این ولایت برگزار کردند. مقام های این ولایت بر فعال شدن بخش خبر تلویزیون ها و رادیوها تاکید داشته، میگویند پخش و نشر رویدادها از این طریق می تواند از شایع پراکنی توسط برخی یوتیوبران جلوگیری کند. از سوی هم برخی از خبرنگاران میگویند باید یوتیوبران طبق یک پالیسی و قانون مشخص فعالیت کنند. مقامات اداره محلی هرات به هدف بررسی و رفع مشکلات جامعه رسانه‌ای، تعیین چارچوب برای فعالیت یوتیوبران و ویژه برنامه‌های فصل نهالشانی و ماه مبارک رمضان نشست را با مسئولان رسانه‌ها برگزار کردند. این مقامات بر دسترسی به اطلاعات برای رسانه‌ها تاکید داشته، میگویند بخش خبر تلویزیون‌های چون استقلال و دنیای نو توانستند که رویدادها و حوادث این ولایت را به گونه‌ای بی‌طرف برای مردم پخش کنند. و ما هم در اداره محلی هرات با همکاری کمیته حمایت و نظارت از رسانه ها قرار شد که برای تفکیک بحث یوتیوبر ها از رسانه ها به شکل درستر از اون و خدمات بهتر برای همه دوستان ما رسانه ای کارهای انجام شود که انشالله به خیر و ثبات و بهتر وضعیت کاری بیانجامند. از سوی هم برخی از مسئولان رسانه‌ها در هرات بر دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات تاکید داشته، میگویند غیر مسلکی بودن و عدم رعایت قوانین رسانه‌ای تعیین شده از سوی یوتیوبران بالای اعتبار رسانه‌ها تاثیر منفی گذاشته است. آنان می‌افزایند موادهای تولید و پخش شده توسط یوتیوبران بدون منابع رسمی سبب شایع پراکنی بین مردم و عدم اعتماد حکومت به گزارشگران رسانه‌ها می‌گردد. معمولا اینا برنامه های میسازند که برخلاف قوانین امارت اسلامی است و به خود رسانه ها مشکلات و چالش های زیاد پیدا کردند. بیشتر رسانه هایی که به صورت قانونی در هرات در افغانستان فعالیت دارند، این رسانه های یوتیوب یا رسانه های دیگر اعتبار از اینا را هم خراب کرده و نمیتونه بیشتر مردم سر از اینا هم باور کنه. ما از دولت امارت اسلامی، از ریاست اطلاعات فرهنگ و وزارت اطلاعات فرهنگ تقاضا داریم تا یک راه حل به خاطر از این مشکل پیدا کنند. دسترسی به اطلاعات کم بهتر بوده نسبت به گذشته، اما باز هم نیاز داره که تسهیلات بیشتر از سوی امارت صورت بگیره تا در حصه تهیه گزارش های تحقیقاتی سهولت های بیشتر فراهم شود. گفتنی است که علی‌رغم چالش عدم دسترسی به اطلاعات، مقامات اداره محلی هرات در نشست بر فعال شدن بخش خبر رسانه‌های شنیداری و دیداری تاکید داشتند. این در حالی است که هم اکنون 30 رسانه صوتی، تصویری و چاپی در هرات فعالیت دارند.